این تا بگذاریم سراغ در مورد مسئله شفاف سازی شد. آقای نیکاهنگ کوثر کاریکاتوریست ایرانی کانادایی مقیم واشنگتن و مدیر سایت خودنویس یه گزارشی ما گرفتیم هفته گذشته که معاون وزارت امور خارجه کانادا با ایشون و چند تا از کاریکاتوریستا ملاقاتی داشتن که از تقاضا کردند که یک نمایشگاهی در رابطه نمایشگاه کاریکاتور در مورد نقض حقوق بشر در ایران تهیه بشه که به خرج دولت محافظه‌کار کانادا در سازمان ملل متحد نشون داده بشه. افشای نقض حقوق بشر در جامعه ایران در ایران توسط حاکمیت مطلقه روحانیت خیلی چیز خوبی است، مثبته. اولا ما نوشتیم هنوز آقای نیکاهنگ در این رابطه موضعی نگرفتن، اصلا نمیدونیم واقعا گزارش تا فردا بشه. ما با وزارت امور خارجه تماس گرفتیم، هنوز جواب ندادن. دوباره دوشنبه تماس میگیریم ببینیم که واقعا همچین ملاقاتی صورت گرفته یا نگرفته، چون آقای نیکاهنگ این مطلب رو نگفتم. این نکته بزرگش هم اینه که آقای نیکاهنگ به درستی مدتی است که مدت هاست که میگن که بایستی تمام رسانه ها تمام افراد شفاف سازی بکنن و بگن منابع مالیشون کجاست. خب در حال خیلی خوبه، بنابراین خیلی خوشحال میشیم اگر آقای نیکاهنگ خودشون پیش قدم شن و در این امر خیر و این امر مبارک و خودشون بگن که هزینه سایت خودنویس از کجا تامین میشه، سایتی که دقیقاً سیاسی است و سیاسی خطی عمل میکنه و از همه مهمتر اینه که آیا صحت داره که مسئولین وزارت امور خارجه کانادا با ایشون تماس گرفتن همچین چیزی هست، قرار کنفرانس بشه. چون آقای وزیر امور خارجه کانادا به اصطلاح بیشتر منافع دولت اسرائیل در نظر میگیرند که هم میدونن، رسانه ها هم مینویسن، کما اینکه سفیر کانادا هفته گذشته آقای جان مندی در گلوبند میل نوشته بود که الان زمانیه که آقای هارپر بایستی در رابطه با بازگشایی سفارتش در ایران موضع بگیره و این خواستی و در حال از اون طرف هم میتونه رو اسرائیلی ها نفوذ داره و این کار را انجام بده. ببینید، نقض حقوق بشر در ایران یک بخشی است، باید بشه، ولی نمیشه کسانی که میان فقط نقض حقوق بشر در ایران رو بزرگ میکنن ولی در این حالی که چشمشون رو، یعنی از کسانی قرار پول بگیرن که حامی نقض حقوق بشر سیستماتیک توسط یک کشوری هستند که اشغالگر هم هست. یعنی این و آقای نتانیاهو رو دیدید که ایزوله شده در سازمان ملل، چه خودشو بالا پایین می‌زنه که ثابت بکنه، چون از وقتی که آقای احمدی نژاد صحنه سیاسی جهان رو ترک کردند دیگه آقای نتانیاهو فعلا ما حرفی ندارن برای گفتن و حرفشون فقط حرف خودشونه و در حال کسی ایشونو جدی نمیگیره و به همین دلیل هم خیلی سعی دارن که بالا پایین بپرن. یک مصاحبه ای هم داشتن با صدای استعمار، صدای بی بی سی، و در حال به نظر می اومد که هیچ گونه چالشی هم نداشت و ایشون هر چی دوست داشت میگفت. در حال آقای نتانیاهو بهتره که کمی هم از سیاست های جنگ طلبانه شون دست برای مردم ایران دست بردارن و در حال اجازه بدن که صلح حداقل از طرف اسرائیل تو منطقه یک امید بیشتری بگیره و در حال چون تا صلح در خاورمیانه برقرار نشه این مسائل همه جای دنیا ادامه خواهد داشت و متاسفانه اثراتش ترکشاش به همه جا خواهد رفت. بله.